سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. اکسترنال درایو A-Data مدل قشی 770G رو بهونه کردم برای اینکه هم آنباکسش بکنیم، همین که یه بررسی بکنیم ببینیم که اکسترنال درایو خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه. من مسعود هستم و خب این چنل پیپرو هستش. ازتون ممنونم که من رو حمایت میکنید، دمتون گرم. فراموش نکنید که سابسکرایب بکنید، اگر نکته ای هم دارید حتما کامنت بذارید، اگر هم از این ویدیو خوشتون میاد لایک بکنید و من رو هم حمایت بکنید. خب بریم سراغ آنباکس A-Data. قبل از اینکه آنباکسش کنم بگم این اولین اکسترنال درایویه که RGB کالر داره. چرا RGB کالر داره؟ به خاطر اینکه بیشتر میخواسته مارکت گیمرها رو تسخیر بکنه. به خاطر که میدونید تقریبا چند سالی هستش که RGB کالرها در واقع یه جورایی با دنیای گیمرها اخت شدن و خیلی ترند هستن، از موس و کیبورد و موس پد و حالا یک عالمه لایت RGB و اینطور داستانا. گیمرها بهتر میدونن که چی میگم. به خاطر همین A-Data هم یه جورایی خواست وارد این بازی بشه. من فکر میکنم موفق بود، دو تا اکسترنال درایو خوب وارد مارکت کرد. یکیش همین H770G و اون یکیش یه دونه SSD درایو که اگه بخوام مدلش رو دقیقاً بهتون بگم SE770G که اصلا SSD هستش، ولی خب اون هم RGB کالر داره. البته که RGB کالرش به مراتب زیباتر از این مدلی هستش که الان میخوایم آنباکس بکنیم. اون مدل رو من هنوز ندیدم که وارد ایران بشه، ولی به وقتی که وارد بشه تلاش میکنم که حتما واسهتون آنباکسش بکنم. بریم سراغ آنباکس این A-Data خوشگل. قبل از هر چیز بهتون نشون بدم اینجوری اینجا هم نوشته RGB، یه جوری رنگش رو مشخص کرده. بعد که آنباکسش کردیم میگم ویژگی‌های منحصر به فردش چیه و اینکه یه خورده جدیده چه ویژگی هایی نسبت به هارت های هم مدل خودش ولی قدیمی تر داره، مثل سری HD700 و 710 و 720 و 720 پرو و اینا. بعد مقایسش هم با اونا بکنیم ببینیم که چه جوری هست. از اینجا باز میشه دقیقا از این نقطه خب ول یه دونه تلق داره، این رنگ مشکیشه، دو تا رنگ داره بچه ها، رنگ مشکی و قرمز. توی جعبش دیگه هیچی نیست، باش خداحافظی میکنیم. از توی تلق درش میاریم. قبل از اینکه اپلیکیشن از این پشتش یه دونه کابل داره، خب USB 3.2 جنریشن 1 ساپورت میکنه، اینو روی جعبش هم نوشته. بعد یه دونه کاتالوگ داره که مثلا چجوری از یه هارد استفاده کنید. اگر نمیدونید از یه هارد اکسترنال چجوری میتونید استفاده بکنید، حتما این کنترل رو مطالعه بکنید، خیلی مسئله مهمیه. خدافظ. کابلش هم فعلا اینجا میمونه. اما میریم سراغ خود هارد. لذت ببریم. این قسمت RGB کالرش که روشنش میکنم خیلی سالید و خوشگله. اما از ویژگیاش اینکه این کابل دورش نمیشینه، مثل سری های قدیمی A-Data دورش نمیشینه، یعنی دقیقا مثل این کابلش دورش جمع نمیشه. به خاطر همین حتما باید یه دونه کیس کابل براش بخرید که یه وقت اون کابلش ازش جدا نشه. خب اما
بریم سراغ پورتش. پورتش پورتیه که معمولا 99% هارد ها ازش استفاده میکنن، میکرو یو اس بی تایپ وی. خب داستان از این قراره که بسیار پورت ضعیفیه، یعنی همه کسایی که از این پورت استفاده میکنن مینالن از اینکه چرا این از اون پورت جدا میشه، در میاد تو جاش لب میزنه، هیچ وقت تو جاش محکم نیست. کاش هاردها برن به سمت تایپ سی. برند لسی این کارو کرده و واقعا هم موفق بوده، اینکه یه دونه تایپ سی خیلی ساده و هیچ وقت هم ازش راحت جدا نمیشه. تایپ سی کلن یه جوریه که معمولا راحت جدا نمیشه، ولی این پورت واقعا باید عوض میشد. متاسفم که هنوز ایدیتا داره به عنوان یه برند معتبر توی استوریج، کلن هم مموری هم فلش، کلن به عنوان یه برند معتبر هنوز داره از این پورت استفاده میکنه و امیدوارم که یه روزی این داستان برگرده و بره به سمت تایپ سی. سرعت یو اس بیش یو اس بی 3.2 CO2 که سرعت واقعا خوبیه، ضمن اینکه این هارد خیلی سرعت در واقع RPM بالایی نداره، یعنی 7200 دور نیست، همچنان یک هارد 6400 اگر میخواید RPMش رو بدونید. و بافر این هاردم من خیلی سخت پیدا کردم که بافرش چقدره، 250 میگه خب بافرش. و اینکه خب این بافره خیلی تأثیر داره توی سرعت هارد، چرا؟ به خاطر اینکه یه حالت مموری ماننده روی خود هارد اینترناله در واقع، که هیچ ربطی به این بادی نداره، هیچ ربطی به این بدنه نداره، یعنی فکر نکنید که جدایی از خود اون هاردیه که داخل هاردهای اکسترنال قرار میگیره. بچه ها همون هارده که داخل اینه که میکنید میتونید توی لپتاپ هم بذارید، در واقع هارد 2.5 اینچی لپتاپیه توی تمام هارده اکسترنال اگر SSD نباشن، یعنی HDD باشن. و اینکه خب یه هارد 2.5 اینچی 6400 که تو خود همون هارده این بافر قرار داره، به نسبت اون بافره سرعت هارد یه جورایی تعیین میشه و یه تأثیر مستقیم توی سرعت هارد داره. اما خیلی سریع بریم سراغ ویژگی های این هارد. نکته اولش اینه که چراغ داره، یعنی مثلا موقعی که شب میشه این که اون چراغ داره جلوشو میبینه، نمیخوره زمین. و مورد دوم این که مثلا وقتی که میفته توی آب خفه نمیشه، چون به مدت 2 ساعت تو عمق 2 متری بهش آب نفوذ نمیکنه. و یا اینکه میلیتری گرید داره، یعنی یک گرید نظامی داره، وقتی از ارتفاع میفته مثلا ضربه مغزی نمیشه. خب ویژگی های یک هارد خوب همیناست، مثل برند وسترن دیجیتال یا مثلا مثل برند سیگیت که یک بار منو بد جور به فنا داد، نیست که یه دونه هارد 2.5 اینچی لپتاپی رو کردم توی سری پلاستیک درجه 10 و با توف چسبوندن به هم دیگه. خلاصه اینجوری نیست. هارد ایدیت ها معمولا، این هم دوباره بهتون نشون بدم، همشون ضد ضربن ضد آبن و خلاصه اینکه خیلی خفن هست. خیلی جذابه برام که الان روشنش بکنم و ببینم که چراغاش چجوری هست. برای این کار میان به یک لپتاپ داریم که میتونه بسته باشه حتی به این صورت بکشیم بره، یعنی اگر اینجوری باشه پورتش زیرشه. زیباست واقعا، RGB کالرش زیباست و اینکه انقدر گیمری درستش کردن. بچه اینم بگم این هارد ویژگی اینو داره که به کنسول گیم وصل میشه
میتون کسایی که میخوان به عنوان یک اکسترا درایو روی کنسول گیم، روی ایکس باکس، روی پلی استیشن ازش استفاده کنن میتونن استفاده بکنن. اگر SSD همین رو بخواید اسم مدلش میشه SE770G که مستطیل تره و خیلی شکل گوگولی تره داره، من اونو بیشتر دوست دارم. اینم همون گونه که میدونید خیلی خوبه، من واقعا از رنگاش لذت بردم. در آخر من چند تا کپی پیست باهاش انجام دادم که سرعتش واقعا خوبه به واسطه اینکه خب پورت USB 3.2 داره. البته من روی این لپتاپ پورت USB هم USB 3 هستش، ولی فوق العاده سرعتش به نسبت هاردی که تا حالا تجربه کرده بودم و SSD نیستن سرعت فوق العاده خوبی بود. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید و مرسی که من رو حمایت میکنید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.